سلام، میدونی اینا چیه؟ نه والله چیه اینا؟ اینا LLDPEه که ببین دور تا دور اینجا کار شده. این تازه لایه دومه، لایه اول و سوم هم داره. بریم لایه سوم شاید نشون بدم. این موکت نیستا، اسمش جیوتکستایله که روی این لایه پیاده میشه. لایه قبلیش هم پیپل شیته که اینا، که یه طرفش بتون میرفت یه طرف دیگه‌ش هم راه آب بود. امروز خدمت مهندس سیاه هستیم، مدیر پروژه این پروژه. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. ممنونم. سلامت باشی. یه توضیح می‌خواستم اگه افتخار بدین داشته باشیم راجع به اینکه چیکار کردیم تا الان تو اینجا. ما تو این پروژه 4 طبقه منفی داریم. یکی از راه‌های پایدارسازی گفتی همونجوری که استحضار داری طبیعتاً نیلینگه. برای نیلینگ خب یه سری مشکلاتی داشتیم، ولی اصل قضیه به خاطر مجموعه پروژه هایی که تو منطقه جردنه و سطح آبهای زمینی به نسبت بالاست، بهترین راهی که داریم برای جلوگیری کنیم از نفوذ این آبهای سطحی بحث عایق کردن گود. عایق کردن گود ما اومدیم به صورت کاملا حرفه‌ای و فنی این کار رو انجام دادیم، علاوه بر زهکشی که کف پروژه رو انجام دادیم. و حالا اگر آب از پشت عایق ها نفوذ کنه بیاد کف پروژه، میتونه از زهکش منتقل شه به چاهی که ما کف پروژه. در نهایت برای دیوار از سه لایه، همونجوری که مشاهده میکنین، از سه لایه عایق استفاده کردیم که لایه اول مودیفیکیشن که قطعا راجع به شما خودی صحبت کردیم، لایه دوممون LLDPE هستش و لایه سوممون همون جیوتکستایلیه که شما معرفی کردید. این کار کاملا داره عایق ما رو گود میکنه به خاطر مشکلات ناشی از ادامه تو سازه‌ای که داریم. کاملا میتونیم خیالمون راحت باشه که هیچ گونه نفوذی و آبی به داخل پروژه نفوذ نمی‌کنه. به خاطر اینکه این کار می‌خواستیم انجام بدیم، روی نیلینگ‌ها رو همونجوری که مشخصه نسبتاً چیزی داره و این آلیه‌های ما میتونه سرنگونم از آسیب ببینه، اومدیم به این صورت که مشاهده می‌کنین جیسازی انجام دادیم که توسط رابیتس و ملات سطحش رو گرده ماهی کردیم اصطلاحاً، که کاملا عایق میاد دورش حرکت میکنه بدون اینکه آسیب ببینه در هنگام دیوار برشی. کاملا میتونیم یه سطح خوبی داشته باشیم بدون هیچ آسیبی که در انتها هم یه رسوم آبندی بتونید اجرا کنید و مشکلمون کاملا مرتفع بشه. خیلی عالی.